به نام خداوند جان و خرد و با درودهای فراوان به شما عزیزانی که برنامه بامداد آدینه رو نظاره‌گر هستید و با امید اینکه روزهای بسیار خوشی رو پشت سر گذاشتید و روزهای خوشتری در انتظارتون هست. احمد آزاد نمورده، احمد آزاد زنده است. البته من از استاد بزرگوارم جناب آقای عطای عزیز عذرخواهی میکنم، من درس پس میدم، ایشون اینجا بشینه من صحبت کنم. دوست چندین سالش، دوستی که من تلفنی مرتب در تماس بودم با استاد آزاد، ولی آقای عطا مرتب پیشه آقای عطا. بله، من تسلیت میگم به همه شما عزیزان، تسلیت میگم به همه ایرانیایی که الان هر جای دنیا این مراسم دارن میبینن. درود بر شما اصفهانی‌ها، چه مراسمی رو برگزار کردید. واقعا در شأن و شخصیت احمد آزاد
همینطوری خدمتتون عرض کردم، امروز چشم دنیا اینجاست، به ما میگن نه شما نمیتونین اونجا بنین سر مزارش الاز برد. نه، من تشکر و قدردانی میکنم از مسئولین باغ رضوان و تشکر و قدردانی میکنم از نیروی انتظامی این منطقه که واقعا تو این چند روزه خیلی زحمت کشیدن، از روز تشییع تا امروز که سومه. خدا رو شکر میکنم که احمد آزاد اینقدر طرفدار داره، اینقدر میخواد. احمد آزاد همیشه زنده است. من تشکر کنم از گروه کوچه خاطره ها، امروز زحمت کشیدن همراه من اومدن یک تصویری رو مخابره کنم تا همه شما تو خونه راحت بشینید و ببینید. تشکر و قدردانی کنم از هنرمندان، از دوستان. اگه اسم ببرم میترسم یکی از قلم بیفته شرمنده بشم. همه تونو دوست دارم، عاشق همه تون هستم. یه دو سه تا جمله راجع به کار آقای آزاد. آقای آزاد، البته من شاگرد ایشون بودم، اگه کوچه خاطره ها رو شروع کردم و تا حال دارم ادامه میدم، بنده شاگرد ایشون بودم. 35 سال زحمت کشید بدون اینکه یک دونه تبلیغ بگیره، یک درآمدی از اون برنامه داشته باشه، یا از تلویزیونی دستمزد بگیره کار کنه برای اون تلویزیون، نه به خدا. احمد آزاد از جیب هزینه میکرد مثل من. کوچه خاطره از هیچ جا حمایت نمیشه، از هیچ کس حمایت نمیشه. ما فقط میخواییم دل شما هموطنان عزیز، شما اصفهانی های خونگرم، مهمان نواز، واقعا لذت بردم ازتون که اینقدر احمد آزاد رو دوست دارید. من الان اصلا حالم خوب نیست، رفتم اون بر این خانم فروغ بهمنپور، این هنرمند عزیز رو اون بر دیدم، اصلا حالش خراب شده، اونجا افتاده. من به همه شما عزیزان تسلیت میگم، به برادراش، به خانواده محترمش، به فرزندش، به همه اونهایی که تا حالا به پای برنامه، من نمیدونم این جمعه چی بگذره به ما که هر جمعه میشستیم پای برنامه آدینه. این هفته چجوری میخواییم بشینیم؟ چی میخواییم بگیم؟ ممنونیم از همه شما که اومدین، خانوادهشو تنها نذاشتین. من تشکر میکنم از حبیب جهانی عزیز که خیلی زحمت کشیدن از تهران، یکی از بهترین تهیه کننده هاست، تشریف آوردن اینجا. من میگم اسم ببرم زیاد هستن، من شرمنده میشم. من دعوت میکنم از استاد بزرگوارم جناب آقای عطای عزیز، چند لحظه در خدمتشون باشیم، اینجا از بیانات زیباشون استفاده کنیم برای شادی روح احمد آزاد. صلوات. من از جناب موسوی تشکر میکنم، همه صحبت‌ها رو کردن. خدمت همتون سلام عرض میکنم، بهتون تسلیت عرض میکنم، به خانواده محترمش که خیلی داغ دارند از صمیم به دل تسلیت عرض میکنم، امیدوارم که غم آخرشون باشه. میخوام یه تشکر بکنم از سفارت جمهوری اسلامی، دفتر منافع جمهوری اسلامی توی واشنگتن که خیلی خیلی همکاری کرد و عاشقانه کمک کرد و این کارو کرد که احمد جانو ما بیاریم ایش اینجا. و واقعا دستشون درد نکنه، اینجا هم که رسیدیم از دفتر هواپیمایی تا شهردار و باغ رضوان و نمیدونم همه این پروسسی که قرار بود که انجام بشه با عشق و به خوبی واقعا زحمت کشتن و این کار انجام دادن. من میخوام از طرف خانواده محترمش و از طرف همه شما از این بچه ها تشکر کنم. امیدوارم که همه هنرمندا در زنده بودنشون بتونن اینجا بیان و بتونن در کنار شما باشن. به هر حال من افتخار داشتم که 35 سال دوستی با آقای احمد آزاد داشتم و واقعا ما رقیب نبودیم، ما دو تا دوست خیلی خوب بودیم و این اواخرم که این 15-20 سال آخر که دیگه حداقل
سه شب در هفته، چهار شب در هفته پیش هم دیگه بودیم، اواخرش هم که همش پیش ما بود. و امیدوارم که غم آخر همه تون باشه. دست همه تون رو میبوسم که انقدر محبت داشتین اومدین اینجا و از خانواده محترمش، از جناب سرهنگ و بقیه که این همه شبانه روز زحمت کشیدن و این مراسم به این زیبایی رو برای شما درست کردن. آقای موسوی، از شما تشکر میکنم. مرسی، قربون همه تون برم. زنده باشی. ما دوست عزیزی بغل دستم وایساده، علی عزیز، که زحمات همه هنرمندا رو میکشه. این دوست عزیز اگه گوشی منو بیاره با بفا رو بیاریم روی خط، ممنون میشم، نمیبینمش. آقا تسلیت عرض میکنم خانواده این بازمانده، به بازماندگان خانواده احمد آزاد، و متاسفم از این که ضمن به هر حال ضمن مخالفت ها و موافقت ها ایشون رو موافقت کردن، اونایی که زحمت کشیدن موافقت کردن که ایشون به وطن خودش بیاد و جسد خودش در خاک خودش جای بده. من از همه اونا تشکر میکنم و ضمناً ایشون یک مرد بزرگی بود در حد کاری خودش. هنرمنده هر کدوم یه جایگاهی برای خودشون دارن و احمد آزاد هم برای خودش جایگاهی داشت و سر مردم رو جمع میکرد، برنامه گرداننده خوبی بود، تحصیل کرده بود. امیدوارم که در این دنیا اگر به کامها نرسید، در دنیای بعدی که به اونجا بود کرده، خداوند براش ایدئال بخواد و خوشحالش بکنه. و آرزومندم که از مردم چقدر من تشکر میکنم. الان اونجا غیر از اون خانواده محترم ایشون که هستن، خب عده زیادی مردم الان اونجا هستن و اگر خب به صدا پیشبینی‌های بهتری میشون، شاید هزاران برابر مردم میامدن اونجا، اظهار تأسف میکردن. این نشون دهنده اینه که مردم در جهان و مخصوصا در ایران چقدر هنرمندای خودشون رو دوست دارن. وقتتون رو نمیگیرم، امیدوارم که خداوند اونو به بهترین جا در دنیای بعدی جا بده و روح ایشون شاد باشه. ممنونم بفا جان. مرسی آقای موسوی، تشکر از شما هم که زحمت می‌کشید. هر حال ممنونم از همه شما. مرسی، ممنونم. خدایا دلبرم نارو به من زد، شم سارش کن خدا لعنتش. ز شهر آورش کن، سوی غربت تارمارش کن. امان امان جانم آبی بگیر و در همون تهرون وای اونا مثال ما، مثال ما اسیر اخم و تخم صاحب کارش کن، مثال ما اسیر اخم و تخم صاحب کارش کن. امان امان وای امان. Thank you.
اسرائیل اگه اینجا بود میگم من با میکروفون میخوندم آخه، برای همین مجبورم بخونم. تشویق نکنید که این مال اون زمان است، الان خرج کفن و دفن خیلی زیاد شده، اگه سازگار شه بهتره. با عرض تسلیت خدمت شما بینندگان عزیز، شما بینندگان خوب و مهربون و دوست داشتنی، امیدوارم هر جای کره خاکی دارین زندگی میکنین خوب و سالم و سلامت باشید. من در خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای عطا هستم، در سوگ جناب آقای احمد آزاد نشستیم. من بهتون تسلیت میگم، میدونم که چقدر سخت، بهترین رفیق، بهترین دوست برای شما احمد آزاد بود که متاسفانه دست دادید، گرچه بین ما نیست ولی همیشه زنده است. بله، منم به شما، دوستانتون و تمام ملت ایران، تمام عاشقانی که عاشق موزیک هستن، عاشق هنر هستن و وجودشون عشق داره، تسلیت میگم. ما امیدوارم که غم آخر همتون باشه. احمد آزاد عزیز، دوست بسیار 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 عزیز من، در حدود 35-6 سال ما با هم دوست بودیم و مخصوصا این 18-19 سال اخیر که دیگه خیلی با هم همکاری داشتیم و خیلی همدیگر میدیدیم و خونه یکی شده بودیم دیگه. خب یه همچین دوستی شما وقتی از دست بدی، یعنی پشت تا از دست دادی. من باور نمی کنیم انقدر احمد آزاد، زنده یاد احمد آزاد، تو خانواده ما احترام داشت که من وقتی که مسافرت می کردم انگار خانوادم و دست احمد آزاد می سپردم و تو تمام امور زندگی من وارد بود و واقعا کارهایی که احمد برای ما کرد نمیشه گفت و من واقعا از دستش دادم. زنده باشین، درود بر شما. من هم به نوبه خودم به شما تسلیت میگم. میدونم همیشه یه دوست، البته ناراحت نباشن دوستان، یک دوست بهتر از برادره. آدم میتونه حرفشو به دوست بزنه ولی به برادر خودش نمیتونه بزنه. خب الان چون همه دنیا اینو میدونن، همه تلویزیون ها اینو میدونن، همه رسانه ها توقع دارن، الان از کانادا، دانمارک، ترکیه مرتب هنرمندا اومدن، فرصت نشد ما اینا رو دونه دونه بیاریم روی خط. آقای شهرام شپره، آقای عارف، آقای گلپا، اینا همه اومدن روی خط ولی ما نتونستیم، فرصت نداشتیم. اینا انتظار داشتن که اطلاع رسانی بشه. چرا اطلاع رسانی نشد؟ به خاطر اینکه در امریکا، خب امریکا یه کشوری که قانون داره. بله. شما وقتی یه همچین اتفاقی میفته یه پروسسی داره برای خودش. بله. باید اون مراحل رو بگذرونی. بله. یکی بیمارستانه، بعدش میره، حالا ما میگیم مرچوری، اینجا میگن نمیدونم اونجایی که بالاخره میدو میذارن. بله.
و بعدش مثلا سوشال سیکرت نامبرش اینا بس باطل بشه، پاسپورتش باطل بشه، نمیدونم تمام اینا بس گزارش داده. وقتی مثلا یکی ریتایر شده، یعنی بازنشسته شده، اینا باید همه گزارش داده شده و این هم سیستم داره. سیستمش هم طولانی بود به خاطر این کرونا و فلان، جواب آدم نمیدن که همه با پیپر ورک و کامپیوتر و نمیدونم این داستان است. بعدش هم وقتی این اتفاق افتاد ما با دفتر منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن تماس گرفتیم و خوشبختانه هم تو امریکا با روی باز همه کارهای ما رو هر چه زودتر انجام دادن، هم دفتر منافع واقعا خب خیلی ناراحت شدن باید. که این اتفاق افتاده، چون همه احمد رو دوست داشتن، نمیتونستی بگی پیر جوون، اون یکی اونجوری اون فلان. و یکی از دوستان خیلی خوب ما که خودش هم تو دفتر کار میکرد، ایشون دنبال کار رفتن و تمام مراحلش رو خیلی سریع انجام دادن. و وقتی که ما به توسط ترکیش ایرویز ما احمد جون رو آوردیمش اینجا و تحویل گرفتیم، باز اینجا خیلی قشنگتر از جاهای دیگه باز تحویل گرفتن همه چی رو. و واقعا همه کاراش خیلی قشنگ، چون خودش واقعا به همه کمک میکرد و ما نمیخواستیم کسی بفهمه، به خاطر اینکه میخواست کسی، یعنی من که کاری نیستم، خانواده محترمش. و ما گفتیم بذارین اینو دفنش بکنیم، بعد از اینکه دفن شد فکر نکنن حالا ما میخواییم شعاف کنیم و نمیدونم فلان کنیم آقای احمد آزاد و نه، همه کاراش خیلی قشنگ و خوب و شیک درست بشه، بعدم به مردم اطلاع بدیم که آقای احمد آزاد اومدن و این اتفاق براشون افتاده. و البته بیشترین صحبت‌ها رو برادران نازنینش جناب سرهنگ آزاد و فریبرز جان آزاد که خودش هم خواننده است، اینا در این پروسس هستن، از شهردار و از نمیدونم باقر رضوان و از استاندار و از فرماندار و از نمیدونم این و از اون، که واقعا همه همکاری کردن و محبت داشتن. اینا رو اینا بچه ها میدونن، همه خودشون توضیح میدن که من بالاخره در جریان اینجا زیاد، چون که همه جناب سرهنگ و اینا میرفتن دنبال کنن. و به این دلیل بود که ما گفتیم که یک مراسم شیک قشنگ، و شما امروز دیدین که چقدر مردم ناراحت بودن، ولی مراسم اینقدر قشنگ بود که قشنگ داشتن راز و نیاز میکردن با احمد جان، خداحافظی هاشونو میکردن، سلام علیکه هاشونو میکردن، عکس هاشونو میداختن. به هر حال خیلی شیک همه چی بر بود. برادرای آقای آزاد فعلا دسترسی به خانواده ندارن، شما از فرزندشون، از خانمشون اگه پیامی صحبتی دارید که از برنامه امروز جلوی دوربین ما بهشون بگی. والله خب مسلمه که خانمش خیلی متاثر از این مسئله و پسرش هم خیلی، خب پدرش از دست دیگه واقعیته، ولی متاسفانه اینا نمیتونستن بیان به دلایلی که همین دلایل پاسپورت و نمیدونم سربازی و نمیدونم این داستانات که میدونی که توی ایران بالاخره آدم بس از قبلش هر کی که میخواد بیاد ایران یه پروسسیه بس انجام بده، یه داستانی بس درست بکنه فلان، یه دفعه یه همچین اتفاقی میفته همه شاک میشن که خب حالا بخوان. این بود که نمیتونستن بیان، ولی خیلی دوست داشتن که بیان. جا داره ما گروه کوچه خاطره ها به توسط آقای دوست و خواننده عزیز کشورمون، هنرمند خوب کشورمون، تسلیت بگیم به شما خانواده آقای آزاد. ممنونم از شما، درود بر شما که وقتتو به ما دادی، ممنونم از شما. منم از شما و تمام نازنین همکاراتون واقعا تشکر میکنم که من نگاه میکردم تو این 4-5 ساعته چطوری این بچه ها با جون دل داشتن. این خود احمد آزاد بود که هر کاری میکرد، هر کنسرتی با هم میرفتیم با جون دل کار میکرد و 21 سال پشت تلویزیون با جون دل کار کرد بدون هیچ واقعا نو نیازی. منم تشکر میکنم. ممنونم از شما.
اگر چه فرصتی باشد مجال صحبتی باشد برای دیدن تو حادثه ها گذاشتن گفت اگر نباشد این من از وفا گذاشتن جایان خدمت تهیه کننده برنامه کوچه خاطره ها هستیم، جناب آقای حبیب جهانی. من بهتون تسلیت میگم، شما خیلی زحمت کشیدید، راه دوری رو طی کردید. به این مردم چی میخوای بگی؟ واقعا تسلیت میگم به کل مردم ایران، مخصوصا اصفهانی های خونگرم عزیز. واقعا تسلیت میگم، واقعا حیف بود. آقای احمد آزاد هنرمند خیلی خوب، خواننده خوش صدا، واقعا خیلی وقتی اومدی مردم رو دیدی، مراسم باشکوه رو دیدی، چه احساسی پیدا کردی؟ واقعا خوشحال شدم که مردم اینجوری جمع شدن، انقدر احترام میذارن به هنرمندا. هنرمندا واقعا تو قلب مردم جا دارن. زنده باشین جناب آقای جهانی، درود بر شما. مرسی عزیزم، ممنون. مرسی. صدای شهناز تهرانی. خانواده محترم، درود بر خاندان آزاد، خانواده محترم احمد آزاد زنده‌یاد، هنرمند برجسته ایران ما. من شهناز تهرانی هستم، با دنیای از غم و در کمال شرمندگی پیامی میذارم در نبود رفیقم، برادرم زنده یاد احمد جانم. این پیام با دلی شکسته، این پیام ناخواسته، بدون اینکه من بخوام اجبارن دارم برای رفیقم بگذارم که سفرت بخیر. خانه نو مبارک. احمد جانم دلها رو شکستی، رفتی وفادار. تو هیچ وقت اینطوری نبودی، بی خبر بی خداحافظی یه تلفن بزدی، با همه خداحافظی میکردی. چی شد که این بار در نبود تو ما باید تا آخرین لحظه زندگیمون دلها بشکنه که احمد رو ندیدیم؟ احمد آزاد، این صدای قشنگ آسمانی رو برای آخرین بار نشنیدیم، این محبت و این عشق رو برای آخرین بار نشنیدیم. خدمت جناب سرهنگ آزاد هستیم، برادر بزرگوار جناب آقای احمد آزاد. من تسلیت میگم به شما. همچنین روح برادرتون شاد. میدونم چقدر سخته داغ برادر، چقدر سخت. الان که این جمعیت امروز دیدیم و برگزاری باشکوه با این همه شایعاتی که تو ایران هست، بله، به چه زیبایی انجام شد. شما از برادرتون و خاطراتشون به ما بگید. خدمتتون عرض کنم از دست دادن برادر بسیار دردناک. از قدیم هم میگم وقتی
برادر آدم میمیره کمرش میشکنه و ما خاطرات کودکی رو با هم داشتیم. خانواده ما یک خانواده پر جمعیت و اختلاف سنی بچه ها با هم دیگه تقریبا یک سال یک سال و نیم. این مسئله باعث شده که یک عاطفه و یک پیوند عاطفی بسیار عمیقی بین بچه ها باشه و گروه های سنی که ما داریم الان مثلا ما میتونیم به 4 تا گروه سنی تقسیم بشیم، چون 11 تا خواهر برادر بودیم، تقریبا هر 3-4 نفرمون با همدیگه بیشتر نزدیک بودیم و بله. خب از نظر سنی خیلی نزدیکتر بودیم با همدیگه و احمد هم خب برادر کوچیکمون بود و ما تمام مدت مدرسه که میرفتیم با هم میرفتیم، بعد خدمتتون عرض کنم دعوا که میکردیم با هم میکردیم، فوتبال که بازی میکردیم با هم بودیم و در مجموع میگم تا زمانی که شون راهی خارج شد تقریبا دوست با خانواده و دوست قریبه تقریبا نمیگیره، دوست صمیمی یه رابطه دوستانه با هم دیگه داشتیم و وقتی هم که آمریکا رفته بود از همون روز اول ما ارتباطمون دائما با هم برقرار بود، ما لحظه به لحظه با هم ارتباط داشتیم. هیچ وقت در این مدت 40 سالی که شون در خارج از کشور بودن چیز قطع ارتباطی بین ما صورت نگرفت. الان حدوداً 2,000-3,000 نفر تو این چند روزه پیام تسلیت برای ما فرستادن و خیلی ها امروز مثلا جلوی ما رو میگرفتن که صبح جمعه ما منتظر برنامه آقای آزاد بودیم و میدیدیم. حالا جای خالی این برنامه رو شما چطور میدید؟ حالا ما نمیذاریم، اگر اون طرف با ما هماهنگ باشن ما نمیذاریم برنامه ایشون جاش خالی بشه. یعنی ما پیشبینی اینو کردیم که برنامه جدید ایشون هر وقت در وقت یه تعدادی برنامه پخش نشده دارند ایشون که در اختیار ماست و از طرفی ما در خانواده خودمون نفراتی داریم که میتونن تدوین کنن و برنامه ها رو انتخاب کنن، گلچین کنن جای مختلف و خدمتون عارضم بتونن یک برنامه که نه تکرار محسوب بشه و خسته کننده باشه و نه خب چون ایشون که تشریف ندارن جدید باشه رو تدوین کنم بفرستم و انشالله که بتونیم این برنامه رو همچنان ادامه بدیم. البته میگم این بیشتر بسته به میزان همکاری طرف مقابل در پخش برنامه رو داره. از نظر ما ایشون حدود 1,500 تا CD داره و حدود 10-12 تا مموری خیلی بزرگ حافظه از برنامه‌اش. یعنی ما شاید بیش از 1,400 ساعت برنامه ازشون داریم. خیلی از هموطنان عزیز امروز گلمند بودن از طریق هر پیامک و تلفن و تو رسانه‌های مجازی، فضای مجازی اینا گلگی میکردن که ای کاش ما میدونستیم میومدیم. شما الان دوست دارین به این مردم حق شناس چی بگیم؟ من اولا شرمندم در قبال مردم، مردم کل کشور رو میگم و بالاخص مردم عزیز اصفهان. گاهی بعضی چیزا در ذهن آدم بد جا میفته. یعنی ما خودمون تصورمون بود که اومدن ایشون ممکنه با مشکل مواجه بشه و خب در برنامهشون شاید مشکلاتی ایجاد بشه. ببینید عذر میخوام، من نظامی هستم و نظامی ها یه حس بدبینی دارن. از نظر ما نظامی 99% احتیاط، 1% عمله. یعنی ممکنه در 100 سال آینده جنگی در ایران صورت نگیره ولی ارتش همیشه آماده است. نظام ما باید پیشبینی اینو میکردیم که ممکن است در جایی مشکلی به وجود بیاد و لذا به همین لحاظ ما خیلی با احتیاط وارد شدیم. اما خوشبختانه چیزایی من دیدم که خب در مرحله اول شاید استنباطم این بود که نوعی معجزه داره پیش میره، ولی در واقع به اعتقاد من اینه که یک چیزی از پشت داشت حمایتمون میکرد، بسیار آرام بسیار زیبا هدایتمون کردن. بعد دوستان مسئول استان شبی که در فرودگاه ما رفتیم ایشون رو دریافت کردیم به من گفتن که تمام خدمتون عارضم کسانی که از کشورهای خارجی میان انجام عملیات خروجشون حدود 7 ساعت طول میکشن. من ظرف 15 دقیقه برادرمو تا
تحویل گرفتم، شاید باور کردنی نباشه. کی تحویل گرفتم؟ ساعت 1:35 نمیشه، ظرف 15. بعد ما اومدیم قسمت در قسمت باغ رضوان و عنوان کردیم که عقبمون رو میخوایم بیاریم مراسم خاکسپاریش رو انجام بدیم. بسیار همکاری کردن، گفتن باشه مشکلی نداره، اومدن. و چیز جالبی که امروز من دیدم و جای تشکر داره میگم، واقعا مردم اصفهان مردم دوست داشتنی هستن، مردم خونگرمی هستن. من نمیدونم چجوری قدردانی بکنم، عذر میخوام. از ساعت 7 صبح که ما اومدیم اینجا یه کار اداری داشتیم البته، بعد گفتم یه سری بزنیم مزار احمد و بعد برگردیم خونه، من دیدم که یه عده دارن اونجا جارو میزنن، یه عده آب میپاشن، مردم عادی. بعد ما با خواهرمون ایستاده بودیم داشتیم اینا رو نگاه میکردیم، مسئولین اومدن. مسئولین آوردن، اومدن تانکر رو آوردن، شستن، روفتن، تمیز کردن، پوش زدن، چیدن و فقط به ما گفتن شما اینجا باشید که اگر مشکلی پیش اومد به ما اعلام بکنید. و واقعا میگم من خودم به نوبه خودم اینو میگم، چون مستحضرید ما در واحدهای خودمونم مراسم خاص داریم. بله. و یک زمانی هم من دژوان فرمانده دژوان مرکز اصفهان بودم در اینجا و خب بسیاری از مراسمات از تشریف فرمایی خیلی از رئیس جمهورا گرفته تا چیزای دیگه در اختیار من بود. اما اونجا یک قوانینی حائل بر کار. بله. اینجا قانونی نداره، قانون مردم هستند. لذا اینجا مردم بودن که این مراسم رو هدایت کردن. بله. جمعیت به این عظیمی بدون هیچ گونه مشکلی، بدون هیچ چیزی همچین مراسم برگزار کردن، واقعا جای قدردانی و سپاس از مردم داره. من شرمنده هستم که به مردم اعلام نکردم و میگم خدمتون عارضم، خواهر برادرای خودم هم تا 48 ساعت قبل از اینکه ایشون برسه اطلاعی از موضوع نداشتن. یعنی ما به هیچ کس نگفته بودیم، حتی به خواهر برادرم. من 48 ساعت یعنی زمانی که هواپیما به ترکیه رسید و قرار بود یک روز اونجا بمونه و بعد پرواز کنه بیاد، من خدمتون عارضم، خواهر برادرها رو جمع کردم خونه پدری، بهشون گفتم که احمد از دنیا رفته. بسیار متاثر شدن، فکر کردن همون مثلا 1 ساعت 2 ساعت پیش این اتفاق افتاده. گفتم نه، این مسئله مال 38 روز پیشه و فرداش هم ما باید بریم فرودگاهشون رو تحویل بدیم. که همه شوکه شد. زنده باشین. من از طرف همین گروه کوچه خاطره ها به شما تسلیت میگم. قربان شما. روحشون شاد، یادشون برای همیشه گرامی. منم به تمام ملت ایران و به تمام هنر دوستان و بالاخص شهر مردم شهرستان هنر پرور اصفهان تسلیت. زنده باشید. خیلی ممنون، سپاسگزارم. ممنونم. قربان شما. روزگار مهربانی ها گذشت، همدمی ها و همزبانی ها گذشت، لحظه های بیقراری های دل با جوانی رفت و هرگز بر نگشت، مست مست دیوانه دستم بگیر، راهی میخانه دستم بگیر، من در این مهنت سرا
کسی با همه بیگانه دستم بگیر، دستم بگیر که زار و خستم، مست و خراب و دل شکستم، پشت در میخونه در خدمت خواننده جوان اصفهانی هستیم، ایمان عزیز. من بهتون تسلیت میگم، واقعا امروز برای سنگ تموم گذاشتین برای احمد آزاد. الان که در مراسم احمد آزاد هستی، چه پیامی داری برای هموطنان و همکارای خودت؟ تسلیت عرض میکنم خدمت تمام ملت عزیز ایران، ملت با معرفت ایران. آقای آزاد استاد همه ما بودن. آقای آزاد الگوی معرفت، شخصیت، نجابت. من به تمام مردم ایران تسلیت میگم. من خودم شاگرد ایشون بودم و با مهربونی، با صفا کار ما رو حمایت میکردن. خاک پای تمام مردم ایران من هستم خودم و به تمام ملت ایران و همچنین شما و تمام هنرمند ایران تسلیت عرض میکنم. وقتی نیستی خونم با من غریبی کنه. ما در برابر شما ملت ایران و ملت حق‌شناس، مردم هنردوست و در خدمت سرکار خانم آزاد نشستیم. من فوت برادرتون رو بهتون تسلیت میگم، چرا که هنرمند مرگ نداره، همیشه زنده است. الان که جای خالی آقای آزاد رو چجوری میبینید شما؟ من اولا سلام عرض بکنم خدمت شما و تشکر بکنم از اینکه این برنامه رو تدارک دیدید و همچنین سلامی عرض بکنم به همه مردم ایران و برای همه‌شون آرزوی سلامتی میکنم. من جای خالیشون رو سالهاست که حس میکنم، ایشون سالهاست که در کنار ما نیستن و آرزوی دیدارشون یک آرزوی ابدی شد برای ما. ولی امروز احساس کردم که نه تنها ایشون نمردن، بلکه یک روح دوباره به جامعه بخشیدند، هویت دوباره خودشون رو احیا کردند و به خودشون حداقل ثابت کردند که مردم چقدر دوستشون دارند و چقدر خواهانند که هنرمندانی که با صداقت براشون کار میکنند، هنرمندانی که با دل براشون کار میکنند وجود داشته باشند. و واقعا من امروز کسانی رو دیدم که اشک، اونقدر اشک می‌ریختند و احساس اظهار تأسف می‌کردند از دست رفتن این هنرمند مردمی. من احساس خوبی داشتم، احساس بدی نداشتم و چقدر خوشحالم که ایشون اینجا آمدن، در کنار مردم خودشون با خاک سپرده شدن و غریب نیستن، برعکس بعضی شبکه‌هایی که متاسفانه این رو قید کرده بودن که احمد آزاد غریبانه به خاک سپرده شد. این رو من اصلا تکذیب میکنم. احمد آزاد بین خانواده خودش در نهایت صمیمیت به خاک سپرده شد، در میان ملت و مردم خودش به خاک سپرده شد و امروز این واقعه قشنگی که شما شاهد اون بودین و لحظه لحظه‌اش رو شکار کردین شاهد این ماجرا بود. من حس میکنم احمد امشب قشنگترین شب خودش رو تجربه کرد. ممنون از شما، درود بر شما، ما تسلیت میگیم به شما. خیلی متشکرم. زنده باشید. خدایا امشب این من را حلالم کن، حلالم کن. خدایا امشب این من را حلالم عزیزان. در خدمت دوستان عزیزی هستیم که همیشه احمد آزاد از اینها به خوبی یاد کرده.
مخصوصا این لباس‌های سنتی که از سیستان و بلوچستان زحمت کشیدن تشریف آوردن مراسم جناب آقای احمد آزاد، جناب آقای مشتاقی عزیز نماینده شد از طرف همه دوستان، چون وقت کمه تسلیت خودشو و از بیانات خوبشون استفاده کنیم، ببینیم که برای خانواده آقای احمد آزاد و هموطنان و اصفهانیان عزیز چی میخواد بگه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مشتاقی هستم از استان سیستان و بلوچستان. این افتخار را دارم که از 1800 کیلومتر راه رسیدم خدمت خانواده استاد بزرگوار جناب آقای احمد آزاد که سالیان سال دور از ما بودند و الان ما این افتخار را داریم که در کنار قبر این مرحوم، در کنار بس آرامستانی که بالاخره اینجا مخصوص خانواده آزاد هستند، پدر مرحوم از بزرگان ما بودند در منطقه سیستان و بلوچستان، سالیان سال در استان اصفهان ایشون زحمات زیادی کشیدند، فرزندان بسیار بسیار خوبی تحویل جامعه دادند، فرزندان ایشون پزشک هستند، افسران ارشد ارتش هستند، کسایی هستند که باسوادند و این افتخار نصیب همه ما شده. ما که اینجا در خدمت عزیزان هستیم، همه به عنوان نمایندگان و سفیرانی هستیم که از اونجا پیغام و به اصطلاح سفارشات بقیه از اینا زان را هم داریم. فرمودن دوستان که وقتی رفتید اصفهان، از طرف ما به تک تک خانواده مرحوم آزاد تسلیت بگید و بهشون بگید که ما همه دوست داشتیم الان اینجا در کنار تربت پاک ایشون باشیم، ولی متاسفانه با توجه به بعد مسافت و خب مشکلاتی هم که هست، بحث کرونا هستش و اینا، قادر به این نبودند که تشریف بیارند اینجا. بنده به نمایندگی از همه اون عزیزان، از طرف همه روستاییان، شهرستان زابل، سیستان و بلوچستان، زهک، به خصوص خمک زادگاه ایشون هستش، به خانواده محترم آزاد تسلیت عرض میکنم و انشالله که بقای عمر تک تک اعضای خانواده باشد. غریبی موند و تنهایی از این قربت که نمتنگه، بیا ساقی پناهم ده که سقف آسمون سنگه، مبادا ای رفیق شب نگیری ساغر از سایی، نمیدونی چه کوتاه شب مستی بله، در کنار برادر بزرگوار جناب آقای احمد آزاد، خود نیست یک هنرمند هستم. بارها ما دیدیم که کلیپ های شما رو پخش میکرد، بازم حاضری بخونی که جاشو خالی نبینیم؟ بنده در سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. درود باش. والا احمد جان برای من هم برادر بودن، هم همکار بودن، هم بزرگترین معلم من بودن. بله. من سوای برادری با ایشون کار میکردم. بله. و خلای ایشون رو نمیدونم چجوری الان باید پر کنم. همه مردم به وجود آقای آزاد افتخار میکنن، چون خیلی ها امروز ما برخوردیم یا تو این چند روز چقدر به ما پیام دادن در رابطه با برنامه‌ای که جمعه ها پخش میشون. واقعا من میمونم بز بودم چی بگم، خودم یکی از بیننده هایی بودم که برنامه های خودم رو وقت نمی کنم ببینم، ولی جمعه میشستم پای برنامه صبح عالی. باور بفرمایید، من خودم کل هفته رو ممکنه صبح دیر وقت از خواب بلند بشم، اما جمعه ها رو زودتر از همیشه بلند میشدم، منتظر میشدم که برنامه ایشون رو ببینم. یه جوری احساس میکردم که روز جمعه ایشون تو منزل خودم هستن، یعنی ایشون رو احساس میکردم در خونه. متاسفانه این اتفاق. یه جنبندی بکنیم،
ببینید آقای آزاد، این مردم اینو میگن، آقای آزاد تو یک شبکه سیاسی کار میکرد، بعد 40 سال خورده بود که ایران نیامده بود، اونور بود، بعد وقتی ایشون فوت میکنه به راحتی از امریکا میاد ترکیه، ترکیه میاد ایران، تو ایران استقبال میکنن به خوبی، تشییع میشه، دفن میشه و امروز هم مراسمش خیلی با شکوه برگزار میشه. علت این چیه؟ ببینید این تعبیریه که هر کسی خودش از یک کاری، احمد جانی برنامه هنری داشتن در یک تلویزیون، من مفهوم تلویزیونی سیاسی هیچ موقع متوجه نشد، چون ممکنه من برم جلوی یه تلویزیونی برنامه پزشکی، همین تلویزیون پارس برنامه پزشکی علمی پزشکی بل هنری همه چی پخش میکنه، ولی من دوست دارم به این تلویزیون بگم سیاسی بل. ما اسم مثل یه مغازه میمونه که چاقو بفروشه بل. من بگم این مغازه جنایت فروشیه در جایی که شما جنایت بنا نیست بود بل. این اسمیه که مردم میذارن و اون چیزی که مسلمه این برنامه بیننده خیلی زیاد داشت، مطمئنن اگر تلویزیون سیاسی بود اینقدر بیننده نداشت. این برنامه هنری بود، ایشون هم سیاسی نبود، هیچ وقت کار سیاسی نکردن و فکر میکنم علت عشق مردم هم بهشون همین بود. شما فکر نمیکنید که شما به این اعتقاد دارین که مثلا میگن طرف نون قلبشه میخوره؟ بله 100% که امروز احمد آزاد نون قلبشه میخوره که به این راحتی میاد تو ایران با این باشکوه دفن میشه و مردم اینقدر عشق میریزن. احمد جان تنها چیزی که همیشه خیلی روش حساس بود ورودشون به ایران بود، یعنی همیشه دوست داشتن که یک روزی بیان در ایران باشن، بین مردم باشن، به خصوص در اصفهان. و من خیلی خوشحالم که این اتفاق، حالا نون قلب ایشون بود یا هر چیز، مهر اصفهانیای عزیز بود، مهر هموطنان بود، معجزه بود، هر چی که بود، واقعا خوشحالم از این اتفاقی که افتاد و صمیمانه تشکر میکنم از کسایی که تو این امر ما رو یاری کردن. زنده باشین. جا داره از طرف آقای جهانی عزیز، تهیه کننده برنامه کوچه خاطره ها و گروه کوچه خاطره ها، به خاطر این شرایط کرونا تعدادشون نیومدن، گفتیم کم بریم که مزاحمت ایجاد نشه، از طرف اینا تشکر و قدردانی میکنم و به شما تسلیم. من از شما تشکر میکنم و از گروه خوبتون و از این وقتی که برای ما گذاشتید و همینجا از این دوربین استفاده میکنم، از مردم اصفهان، از تمام کسایی که امروز تو مراسم شرکت کردن و از تمام اون کسان عزیزی که برای ما پیام دادن و باعث تسکین دلمون شدن تشکر میکنم. همچنین زنده باشید. درود بر شما. مرسی. بله عزیزان، در کنار چهره آشنای ایران، هنرمند دوست داشتنی و جوان و خواننده خوش صدا، من تسلیت عرض میکنم به شما. واقعا غم از دست دادن احمد آزاد اصلا کسی باور نداره، ما که هنوز باور تو شوک موندیم. شما الان چه احساسی دارید؟ من اول عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون خاطره که میدونم حتی خیلی مردم دوست دارن و میبینن. من از چه بودی بگم؟ از بود دوستی، از بود استادیشون، هرچی بشه. واقعا خب جای خالیشون که من چند بار خدمت عطاجون گفتم، این واقعا فقط میگم حیف شد، حیف شد این کلمه من، چون ایشون حالا نسبتا اینجوری بگم خواننده الان اون طرف یا خیلی هستن که همه پاپ خونن، ولی این سبک و سیاق ایرانی، حالا سبک و سیاقی که ما داشتیم، مکتب اصفهانی که من شخص پیرو بشم، مکتب آقای ایرج گلپایگانی و حالا استاد تاج اصفهانی، این جماعتی، حالا اساتیدی که من گفتم، خب این الان این طرفش کمه، دیون بر که اصلا نبود. بله. و
و فقط آقای احمد آزاد بود که ایشون هم ردیفتون بود بله. و هم واقعا استادانه اینو اجرا میکرد با موقعیتی که من اونجا خدمت ایشون بودم و دیدم که خیلی از نظر تجهیزاتی حالا ما میگیم آمریکاست ولی اون قسمت یعنی از نظر صدا برداری که خب خیلی در مزیقه بود و موقعیت استودیویی که من دیدم حالا هنرمندایی که همکاری میکنن یه سریشون هم که واقعا حرفه‌ای این کارن بقیه خب شغلای دیگه ولی خب سازم میزنن ولی ایشون با این وجود میتونست خب خوب این برنامه رو 20 ساله داره کنه. زنده باشین، درود بر شما. ممنون از این وقتی که به ما دادید. تسلیت میگیم به شما و همچنین به شما و خانواده شما. زنده باشین. من در مقابل دوربین کوچه خاطره ها به همه هموطنان عزیز که امروز عزادار احمد آزاد بودن تسلیت میگم و عزیزانی که نتونستن امروز شرکت کنن از جمله چند هنرمندی که با ما تماس گرفتن مهم. استاد اکبر گلپا مهم. تماس گرفتن آقای ایرج دیروز خدا شد بله پیام تسلیت دادن بله. ایشون خاک سپاریش بود ایشون من زنگ زد آقا میدونی احمد اینجور شد گفتم آقا من الان اونجا بودم بله. که همونم تو صفحه اینستاشون گذاشتم من تا خب کهولت سن بالاخره آقای ایرج و آقای گلپایگانی سن بله. سالشون بالاست دیگه نتونستن بیان ولی خب واقعا شخص آقای ایرج که واقعا من اینو از صمیم دل میدونم استاد گلپایگانی همینطور که خیلی احمد جان دوست داشتن چون ایشون هم واقعا ارادت کاملی داشت و من اینجوری بگم این آثار قدیمی ها رو احمد آزاد نگه داشت تا الان بله. یعنی یادی که میکرد از هنرمندای قدیمی الان کسی نداریم بله. به خصوص میگم اون طرف حالا من نمیخوام به کسی توهینی بشه ولی این عاطفه ها کمتر شده در ایشون بله، دقیقا. ولی ایشون همچنان داشت هم نسبت به خانوادهش هم نسبت به دوستان هنرمند بله تشکر و قدردانی میکنیم از گروه کوچه خاطره ها جناب آقای جهانی عزیز که در خدمتشون بله. هستیم زحمت کشیدن و همه آقای امید مصبا آقای رضا عزیز میدین از کجا آمدن بله. این دو نفر از قزوین اومدن این بنده خود از کرج اومده این بنده خود از تهران اومده اینا عشق دیگه بله دقیقا عشقیه که احمد آزاد به مردم داشت یه عضو بله. کوچیکتر خانواده هنر از شما تشکر میکنم که همیشه واقعا دیدم خیلی ها الان حالا غیر از اون برنامه آقای آزاد که واقعا جمعه صبح همه دوست داشتن این برنامه خاطرام خیلی مردم حال میکنن و کلن این شبکه چون مردم کلن موسیقی قبل رو بیشتر دوست دارن یه سری میدونی دیگه حالا از بین رفته خیلی چیزا از نظر هنری ولی خب شما ها زنده نگه داشتید زنده باشید ممنونم از زنده تو انشالله که بازم بتونین پایدار برین جلو بله البته از یک شبکه اسم مردن قرار این فیلم از چند شبکه پخش بشه تصویر ایران از هر شبکه, شبکه خانه هنرمندان شبکه خانه فیلم و بهتر. تصویر ایران و خیلی از شبکه های دیگه که تو این چند روز تماس گرفتن و ما قول پخش رو بهشون دادیم ما چون شما رو بیشتر تو اون شبکه دیدیم بله، اینو بله، گفتیم زنده باشید باز هم من تسلیت میگم به همه عزیزان همه عزیزانی که برای احمد آزاد عزادار بودن امروز به سوگ نشستن به هنرمندان اگه بخوام اسم ببرم تک تک شاید یکیشون از قلم بیفته من شرمنده بشم تشکر و قدردانی از همه هنرمندان کشورمون که تو این چند روز اصلا باور ندارن هنوز باور ندارن و از مردم هنر دوست و مهمان نواز اصفهان بله این بود یک برنامه از مراسم استاد احمد آزاد ما که باور نداریم شما چطور ممنون از همه شما که وقت گذاشتید و این برنامه رو تماشا کردید مرسی زندگی زیباست عزیزان همدم جانش کنید چون شرابی کهنه در جامش کنید سر کشید این جام و سرمست از نشاط در دلی بیکینه مهمانش کنید زندگی همچون نسیم نوبهار عطرفشان می رود از کوی عمر لحظه ها را می برد با خود ولی یادها می ماند و خاطره ها لحظه های رفته چون آب است و جوی آب رفته بر نمی گردد مجوی
یادها اما چو یاری ماندگار با تو میمانند به رسم یادگار. زنده از یادیم و یادها عمر ماست، دم غنیمت دار که دنیا بی وفاست. همدم دم شو که عمر ما دمیست، یار دم بودن کمال آدمی.